اللهم صل على فاطمة و على وسر و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما اخاطبه المک عوض بالله من الشيطان اللعين الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار و خدا قوت خاک پای شما توتیا و سرمه چشم حقیر خداوند متعال رو خدا آقا عبدالله شاهده که از سمیم قبل عرض میکنم واقعا خوشحالم که در چون این جمعی حاضرم حالا بخوام سخنرانی بکنم یا نکنم جایی که اینطور نفسهایی درش هست بهشته تصور من بهش همچین جاییه در روایت هم داریم در کامل و زیارات که در به بهشت که باز میشه به یک میگن بیاد برید بهشت گوش نمیکنه میگن این هوری ها میان دم در میگن آقا اینجا برای شما درست شده نمیخواد بیای حالا همه دارن میدونن اینا انگار نه انگار. بعد میگن اینا چیه میگن اونجا مشغول صحبت کردن در مورد ابو عبدالله هن. یعنی اصل بهش رو فهمیدن که در واقع اون وجه الله و به سمت خدا رفتنه و به سمت خدا رفتن ممکن نیست جز از طریق اهل بیت علیهم السلام خب ما دیشب راجع به بلای زائر صحبت کردیم و این شب ها من مطلبم جوری نیست که مرتبط قطعی باشه یعنی سلسله مباحث نیستش هر جلسه بحث تموم میشه من تا در مجموع یک پک راجع به اربعین یک بست است راجع به اربعین ان سال بعد خواستید بیاد حتما قبلش رو گوش کنید خدمت شما عرض بشه مثلا همین امروز یک جوون کلی زهر من رو دیده فقط می‌خواست بنویسه دو تا نکته بگه یکیش این بود که بگید این کسایی که سیگار می‌کشن تو مسیر نندازن رو زمین ما که پا بره نمیم پا اون میسوزه خب یه همچین چیزایی هم بالاخره لحاظ بکنیم هرچند من میدونم که این در واقع تو ایرانی ها اینقدر زیاد نیست خب آمار سیگار خورده <applause> آره دیگه بیشتر باز نکنیم خدمت شما عرض بشم که دیشب راجع به این صحبت کردیم که زائر میاد تو این مسیر خودش رو آمدانه و اختیاری درگیر بلاو میکنه خودش این بلا و ابتلا و این مشارکت در مصیبت همون چیزی که تو زیارت عاشورا میگید شما لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبه بک و علینا یا مصابی بکم ما بارها در زیارت آشورا سری خودمون رو قاطی مصیبت میکنیم زرنگیم یا آقای مصیبت مصیبت ما هم هست منم میخوام منم داغ دیدم و عرض کردیم دلیل این مطلب چیه و چقدر یک سفره عظیم فراهم در به باز به سمت خداوند مطال و بخشودگی که شما تو این مسیر هر قدمی که برمیداد همینطور ثوابهای فراوان و ریزش گناهان عجیب غریب به خاطر اینکه در یک مصیبت عظیم شریک میشید و مصیبت ها کفار گناهان ماست ابا عبدالله اصلا که فراهم کرد که با مشارکت در مصیبت او گناه های ما بخشوده میشه این واقعا شاید به شما بگم که هیچ اتفاقی در هستیم مثل این آشورا پوز شیطان رو اینطور به خاک نمالید چون شیطان خیلی آرزوش خیلی رو جهنمی کنه این درب گشوده الهی به سمت خدا ابا عبدالله خیلی رو از جهنم را خیلی را این سمت و خیلی ها عمدن دوستن در این مصیبت شریک بشن و خودشون رو شبیه کنن این امشب موضوع صحبت بند است یه خورده میخوام راجع به این بحث خیلی مفصلش ده جلسه سخنرانی باشه اما یه شب میخوام بحثش کنیم راجع به ادب زیارت کمی صحبت بکنیم یه نکته رو اول باید ما فهم بکنیم ما کی خودمون و کی باید باشیم این نکته یک به زیارت کی داریم میریم این شخص عزیزی که داریم به سمت زیارتش میریم کیه من متاسفانه بگم و اکثر افراد نمیدونه. یعنی نهایتا در شخص میمونن میدونن او امام حسین است فرزند امیر المومنین است پدر مثلا امام سجاد است همین اما در شعن گمن شخص رو میشنسن و شعن رو و خواسته هایی که تو این مسجد دارن ابتدایی ترین خواسته هاست اینه که یک نفر چک سفید امضا به شما داده داده است یه بچه ای سفید امزا داره من, من بچه به میگه بنویس من میگم خب آقا من میتونم اینجا اونم حساب فول هر چقدر بخوای بانک مرکزیه بعد میگم که میتونم اینجا بنویسم دو چرخه یه پول دو چرخه رو میدی یعنی من از این چک سفید امضا اکتفا دارم میکنم به یه پول دو چرخه این دیگه ایران به منه به صاحب حساب که نیستش که اون لطف داشته چه داده به خودم یک اقیانوسیه ما داریم ظرف میبریم آب برداریم حالا یه نفر رفته با استکان داره آب برمی‌داره یه نفر با دیگ یه نفر خیلی زرنگه میگه مثلا ظرف ندارم منم خواهم اینجا باشم من خواهم همینجا باشم اصلا من این وسط نیستش که نکته اول پس اینه که ما چه کسی هستیم کی باید باشیم به سمت زیارت چه کسی داریم میریم با چه شعنیتی و چگونه باید بریم چگونه داریم میریم و اما چگونه باید بریم این سه بخش داره تو بخش اول ما کییم اینو من یکی از شبها عرض کردم شما مثال خیلی قشنگ شما بچت بگی بگو بابا میگه بابا تازه بخواد بهت حال بده ها مثلا تازه زبون وا کرده بخواد حال بده بده تو جمع زاید نکنه مثلا صبح یه بابا گفته میگه آ به خدا بچم بابا یاد گرفته بگو بابا نمیگه خیلی بخواد بده حال بده یه دیگه تو جمع میگه بابا بابا میگه شما هم خوشحال کیف بالا پایین چرا چون تحلیل داریم میگه این آقا که حالا پدر ماست از ما خواست بگیم بابا ما باید بگیم بابا نه باید بگیم عینک دودی چیز ربطی باید به با اون داشته باشه بگیم بابا باش تحلیل کرد یعنی خودش رو منی دید اون وسط بهش گفت بگو بابا خدا من متعال به پیامبرش فرمود بگو خدا یک تاست. قل هو الله احد پیامبر طبعا بعد چه میفرمود بعد میگه هو الله احد ذره خودش این وسط ندید که من تحلیل کنم از من خواسته شده بگو هو الله احد پیامبر عینا انعکاس خداوند متعال شد قل هو الله احد من چیزی ندارم بذارم این وسط این چقدر زیباست فلزا امینه جبرئیل هم امینه جبرئیل هم فرمایش خدا رو آورد قل هو الله احد پیامبر هم فرمود چی قل هو الله احد در کلام خدا مشکل همه ما از این من است این منیت ما ناخالصی آقا خالصی هم تو این سیستم برق تولید حرارت میکنه ما جهنم اونو به میزان منیت های خودمون به خودمون میبریم شیطون مشکل هستش و منیتشه کم والا نماز نخونده یکی از این دوستان ما به قول پامه مریم ما بوده این در ترکیه میگفت خوردم به طور یه ران تاکسی سلفی بود میگه گفت تو کجایی هستی گفتم ایران گفت یه چل دقیقه هم با هم راه داشتیم این دقیقه شروع کرد مثلا گفتش که شما این هم چون اونجا کارگاهی داره زبان استانبولی رو یاد گرفت. خوش ترک نیست اما یاد گرفته میگه من کلا این شروع که ما بحث کردنو و میگه من گفت توحید اینه نبوت اینه معاد اینه اینا رو من توضیح داد میگه خودشو کشت بنده خدا میگه دیگه ما رسیدیم اون مقصد و میگه برگشتم گفتم ببین افندی گفت بله گفتم تا الان که تازه شدی شیطون شیطون هم اینا رو قبول داشت شیطون خدا رو قبول نداره کی گفته خدا رو قبول داره به یگانگی هم قبول داره خودش در قرآن میگه دیگه میگه اخاف یا من خودم از خدا میترسم اینا چه احمقایی بودن به حرف من گوش میکردن اون دنیا میگه جهنمیا خیر شیطانو میگیرن میگن خدای همه زیر سر این بود میاد میگه من دست کیو گرفتم به زور آوردم من یه پیشنهاد فقط به شما دادم پیغمبران پیشنهاد دادن میخواست حرف اونا رو گوش کنی به من چه خدا اینا خیلی بی من که میدونم تو یه دونه اینا خیلی نفهمن به تو شک داشتن شیطان اعلام براعت میکنه که خدا رو به یگانگی قبوله شیطان معادم قبول داره الی یوم یبعثون من تا روز برانگیختگی میخوام کار بکنم رو اینا یعنی چی یعنی من آدم قبول داره شیطان پیغمبرا رو هم میشناسه سراغ حضرت آدم رفت یه مشکل داشت ابا واستکبره استفعال در زبان عرب یعنی طلب یه چیزی کردن ماها خیلی خبر نداریم متاسفانه متکبر نباشیم اما مغرور رو هستیم این فرقش تو چیه؟ فرقش تو اینه که من تو این جنب وارد میشم انتظار دارم بالاخره باید برای من رایفی جا با کنن اینجا دیگه بالاخره بابا چیزی گفتن اینا این غروره تا الان بعد میام همونجا سر را میشینم قبول دارم جامون بالاست اما این پایین میشم این غروره اما اگه بقیه رو کنار زدم روشون راه رفتم خودم رسول نمونده دیگه میشه تکبر. بزرگی از آن خداست. وقتی به باب استفال رفته برای شیطان میگه او طلب بزرگی کرد. بزرگ نبود. احساس گندگی کرد. فکر کسیه برای خودش. من من, خ... من ناری من آتیشی به این گلیه سجده کنم. این منیت پدرش رو داره بود همه مشکلات ما به این منیت برمیگرد اگر شما به هدف اینه که زائر بره با مزور و کسی گز که زیارت بشه یکی بشه و شما سلام میدید یه جا دیگه سلام به کی میدید به همون شهدا و علال ارواح التي حلت فنا شما نمک رو نگاه کن نمک رو بریز روی دستمال کاغذی روی دستمالی بنداز بریز روش میمونه اما آب و برزی چی میشه؟ رد میشه اما همون نمک رو تو آب حل کن چی میشه؟ از دستمال رد میشه اگه تو میخوای به خدا برسی چاره ای نداری که در زلال وجودی عبا عبدالله حل شی زائر هدفش اینه که بره حل بشه در وجوده زیارت شونده زیارت شده اینکه میخوا زیارت بشه زیارت شونده در زیارت شده اما خب تا موقع که منی رد نمیشی این صافی سروخاش تنگه طرف دستش کرده تو خمره گردو مش کرده و گردو بردار دستش بیرون نمیومد تا موقعی تو چیز برداشتی که نمیتونی دستتون نمیتونی بیرون بکشی که مشکل خود ما این مشکل خود ما این اولین چیزی که اینجا باید حل بشه این که ما کسی نیستیم مگه اصلا کسی میتونه جلو خدا تعریف بشه پیغمبرش کل افتخارش همه افتخارش اینه که اول بهش میگن عبد و بعد بگن و رسولو عبد بودنش اولویت داره آیت الله بهجت میره قبلش قبرش زده العبد کل من بهجت خلاصه کنی تو همین یه جمله ع... تو هم یعنی کلمه العبد بندتم هم آقا رسول الله از خدا میخوان فهم... می خ... می که خدایا حیرت منو زیادتر کن من حیرون تو هم رب زدنی تحیورا الحمدلله من حاجواز تو هم الحمدلله من گیر تو هم ماها باشیم حالا دو رکعت نماز خوندیم میشه جمع کرد آقا شما در این شک دارید سوره انسان مال, مال اهل بیت شیعه و سنی اجماع دارن فریقین رو اینکه این مال اهل بیت و یطعمون الطعام على حبه مسکین و یتیم و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله وار خداست لا نورید و منکم جزا و لا شکور ما که شما چیزی نمیخوام همه لله حالا همین اهل بیت و آیه بعدش میگه فاد و یخافون یوما کار شره رو ما اینقدر خودمون رو کسی فرض کردیم خیالمون راحت از همه چی اهل بیت هم چی نگاه نداشتن چرا وهمیم یکی در زد جلو در خونه سی تق 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 زد گفت کیه گفت منم در روش بانا کرد آقا حسن هم درو هم در واکن دیگه اون میگه هی hey در زد، گفت منم آخر هی رفت برگشتن شدن غریبه ای تو رفت کیه؟ گو گو تو. تو ای در زد گفتن کی گفت تویی گفت حالا بیا تو تا موقع تو منمی که بیرون داری که ما غریبه رو نمیدیم این تو گفت تو هم یعنی خود جزی از تو هم گفت حالا بیا تو آدما یا بردرن یعنی جلو در وایستدن یا دربرن یا به آغوش کشیده میشن ما مشکل اون اینه حالا زائر هم هستیم اما همش منیت هاست منیت ها قشنگ یه بروس پیدا میکنه درون نیست بیرون دوخته میشه نجاده میزنه بیرون من بچه فلان جا هم میزنه بیرون اینجا جای مله میزنه بیرون آقا برو کنار اینو اذیت میکنه اون اذیت میکنه تو حق الناس میزنه بیرون آخه چه تو ظاهری آخه فکر همه کسی که سمت حرم ابو عبدالله میرن مثل همن نه بز تقریبا تو بخوریم وسط پریش با... پریشا کردم یه بمب منفجر بشه بریم چند نفر دند در میرن اولین چیزی که ظاهر بذاره کنار منش من کسی نیستم آقا فرار کردم سمت تو گفتم جوون خدمت معصوم رسید گفت اوزام خراب گناهکارم حضرت فرمود فر حسین هم فرار کن سمت حسین باید بریم پناهنده بشیم پناهنده های سیاسی دیدی میرن توی سفارت خونی بس میشینن آه. پناهنده بریم پناهنده به ابو عبدالله بشیم ما جای دیگه نداریم خودمونم کاری ازمون بر نمیاد طرف بچهش به دنیا آمده بود من گفتش که برای تربیت بچه‌م چیکار کنم گفتم خب باید مطالعه کنی بری ببینی نکات تربیتی اسلام رو لحاظ کنی اما یه نکته کلیدی گفت چی گفتم برو حرم امام این بچه‌ت رو دستت بگی بگو آقا من هیچ کی نیستم اوزم خرابه هیچ کاری هم ازم بر نمیاد تو با این بچه کمک کن کمک کن ما کسی نیستیم هر جای منه بیاد وسط فاطمه خونده میشه از زبیر میخوایم گنده تر باشیم ما زال از زبیر رجلا من اهل حتی نشع ابن هل مشموم عبدالله زبیر کسی که وسیعه یه جای وسیعه قرار بود از زهرا باشه از زهرا به حضرت امیر عرضه داشت که من از این تابوت های عربی بدم میاد پیکر آدم مشخصه تابوت یمنی ها تابوت ایرانی ها اون موقع یمن مال ایران بوده قبلش فرهنگ این این تابوت یمنی ها خوشم میاد که جداره داره دیواره داره اگه وقت نمی کنی بگم پسر امم زبیر درست کنه زبری همچین کسی ها بارها عرض کردم در زمان جنگ خودمون یه شهید رو آوردن دفنش کنن یه این کفنات نایلون میپیچید من بچه بودم یادمه بعد گذاشتن اونجا میخواستن دفنش کنن گفتم بذار پدر شهید برسه گناه داره آرزو به دل میمونه یه نیم ساعت دیگه میرسه گفتن خب خوب نیستش بیکار باش گفتن حالا وایس دیگه یه نیم ساعت چلهقی نگه داشتن یه بچه داشت اونجا بازی میکرد این زیر نایلون بخار گرفته فهمید داره نفس داره میکشه رفت بقیه گفت این بخار گرفته فهمیدن و اومدن این زنده است من خدا احیاش کردن سالم شد خوب شد زندگی که چند سال بعد به خاطر فساد فل از اعدام شد یه هول میخواست تا بهش خدا شاهد یه هول یه هول یه... یه تکونش داده بودن تو قبر افتاده بود بهشته بود چطور انقدر مطمئنی ما از خودمون جلو منو گرفته بنده خدا با والکر اومده پیرمرد میگه که از اقوام اون از 65 سالش هیعتی فلان به همان نشسته پا ماهواره ها میگه سراغ اهل بیت دارید میرید شرکه میگه میاندار هیئت بوده خیلی مطمئنی من مطمئن نیستم <تصفح> من علای خودم سخنرانی کردم نشستم جلو دوربین گفتم من نمیدونم عاقبت به خیر میشم یا نمیشم مطمئن نیستم ان بشیم فعلا این فیلما رو من داشتید اگه یه روزی دیدید من رم کردم خرابکاری کاری کردم این فیلما رو علای من استفاده کنید تعارف که نداریم اینم از زوبر گنده تریم. ما, ما اساسا مردمی حمایت میشه یه روز بنده خدا اومد گفتش که من یه خودی بهتون کمک میخوام بکنم میدونم تو مسیر پیاده روی هم نمیدونم کجاست خدا پدرش بمرد گفت من به من تضمین بدی تو مسیر انقلاب قطعا میمونی گفتم بیمه چه دروغ بود بگم اگه همچی تضمین بهت بدم ادعا کردم خیلی دارم دروغ هم. من همچی نمیتونم اما دعا کنید بمونیم ما تعارف که نداریم که این خیال راحت بودن این جاهایی چیز شیطون ها حواسمون جمع باشه این ترس مقدسیه که هر لحظه خودتو بسنجی خدایا نکنم مسیر بیام بیرون خدایا نکنم مسیر بیام بیرون یک رابطه عجیبی بین اتفاقات ملکی و ملکوتی برقراره مثلا میگن امام زمان مثل خورشیده وقتی میگن مثل خورشید بعد میگن خورشید پس ابر بعد می‌بینی بین این اتفاق ملکی این خورشید و اون رابطه ملکوتی که وجود یه ارتباطاتی که خورشید پشت اب میشه ازش استفاده کرد اما عملا اون نور مستقیم رو نداره اصر غیبت اینطوره نمیدونم غیبتش آرام آرام شکل گرفت سقرا داشت بعد کبرا حالا بعضی هم میگن ظهور اسقر و اکبر حالا ذکر میکنن ظهور سقرا خب درست نیست صفت موسود فاید بالاخره با هم بخوره دیگه لما مهنس باشه نگه نمیشه مذکر که خدمت شما عرض بکنم که اینها رو که میگم به خاطر چی میگم به صورت ملکی خورشید نگاه میکنه وقتی شما توی مسیر داری میری تو طریق به صورت ملکی آموزش میبینی که یک راه مستقیم بیشتر به سمت محسن وجود نداره این آموزش رو مسیر مسیر الله هم یک راه بیشتر نداره ما طرق نداریم برای رسیدن به خدا سرات ها نداریم برای رسیدن به خدا فقط یکیست سبول داریم روش های رسیدن به خدا فراوانه شما ببین الان مسیر نجف به بله کربلا یک راه مستقیم بیشتر نداره همین که داریم میریم اما روش های رفتن متفاوته آقا موکب جمکران وایستیم یا موکب حضرت معصومه با دست خودت آقا تونتر را بریم یا آرومتر را بریم دست خودت آقا اینجا غذا بخوریم یا اونجا غذا بخوریم دست خودت اینجا شر امام دست باز روزشتیم که آزاد باش به تعداد آدمها روش رسیدن به خدا فراوانه اما ر... مسیر رسیدن فقط چیه یک تونه دینداری آدم اینطوری وقت فکر نکنه که مثلا دینداری بعضی وقتا مثل توپه شما بگی من یه سوراخ کوچولو رو این توپ بزنم ایرادی نداره نه دیگه اصلا فاتحه توپ خونده میشه اون توپ دیگه اصلا کارایی نداره برادر من مستحضر چه عرض میکنم ما بیایم یک جایی سوراخی رو باز بکنیم نه انشالله کنار این راه هم یه راه دیگه هم هستش نه اون دزد اون راه به صورت ملکی که تو این مسیر داری میری یک راه برم. کلی هم جذابیت داره این مسیر این دیگه با خودت تو مختار آفریده شدی که در این جبر یعنی تو این مسیر درست حرکت بکنی لا جبر و لا تفیز و به بین الامره یه چیزی بین این دوتاست دیگه یعنی راه که یکیه همین راه این سراد و به هدف رسیدن یک حالت ملکوتی هم داره راه رسیدن به خدا فقط اهل بیت ما تو زیاد جامعه آخرش میگیم دیگه میگیم که خدای من اگه از این راه بهتر گیر از این افراد بهتر آبرومنتر گیر آورده بودن والله می آوردم طرف هم نداره می بردیم ما نگران خودمونیم ما نگران هدایت شدن خودمون از اهل بیت بهتر گیر می آوردیم می رفتیم سراغشون گشتیم نبود نگردید نیست پیدا نکردیم حالا ما که تورات و انجیل و بالا و پایین همه اینا رو شخ زدیم چیزی پیدا نکردیم به هر چی رسیدیم فقط دیدیم همه دارن سورس میدن به این چهارده معصوم و باب واسعه بین این چهارده معصوم و باب این در پذیرایش از همه بیشتر من کیم هر کی کی باید باشم من تو بذار کنار نه همه باید شکل هم بشه یه مثال یه نکته ازتون میپرسم شما شنیدید امام حسن عسکری خطاب به شهدای کربلا امام زمان علیه السلام میفرماد به ابی انتم و امی درستی یا نه پدر امام زمان کیه امام معصوم امام حسن عسکری امام علی ابا هم چطور ممکنه یک فرد معصومی فدای چی بشه بگه پدر و مادرم به فدای کی شهدای کربلا انتم داره میگه دیگه نمیگه فقط برای ابی انت یا آب پدرم به فدای تو حسین بگیم حالا امام معصوم فدای امام معصوم حالا ایرادی نیست حالا اینجا چطور ممکنه هم چه حرفی الا این که یک اتفاق افتاده همه شدن امام حسین و علل ارواح حلت حضرت سعید وقتی نماز خون حضرت نماز خون. سعید ایستاده بود جلو دیگه خیلی تیر خورد بییم آخریار چون دست و پاش از کار افتاده به تیر زیاد خورده بود با صورت گرفت یکیشون از سمت تیر حضرت بالا سرش رسید تا حضرت دید فرمود عرضه داشت میخوام اوفی تو؟ یک سوال بیشتر ندارم وفا کردم یا نه استاندارد وفاداری به میدی یا نه معیار وفاداری دست توه همه چی دست شماست من مقبول بوده عمل کردم یا نه استاندارد داشته یا نه حضرت پاسخش عجیبه حضرت فرمود بهش نمیرم الا اینکه جلوم باشی یعنی روبروی من بشینی درجه امام حسین رو خواست. خیلی عجیب آبا. چطور اینطور شد؟ به خاطر اینکه اینا زوب کردن خودشون در امام حسین حل شدن در امام حسین مناشونو گذاشتن کنار تعلقاتشونو گذاشتن کنار زائر تا موقعی که با تعلقات داره کجا داری میری تو حضرت یه جا فرمود اونایی که بدهی دارن برن کلی بالا رفت یکیش تر ماه بود تر ماه گفت گندم بدهی دارم دست مردم و فلان و منمن کنار برو برو برگشته بود بعدها میشه گریه میکرد گفت من نفهمیدم که وقتی حضرت میفهمد برو اما زود برگرد یعنی نرو نفهمیدم موندم از این قافله او قیسه بین که مشرقی تا زمان عبدالله بن حسن تو خیمه است دیشب داشتم میگفتم اسبش ورداش فرار کردی که از این کسایی از سپاه یزید دنبالش افتاده بودن سپاه عمر فامیلشون در اومد گفت ولش کنید چند سال بعدش بر اثر عزم میخوام اسهال مرد تا کجا به نور نزدیک شده بود اما منش رو حفظ کرده بود سوره توبه من بارها عرض کردم خیلی مهمه معیار ایمان این آیه خیلی هم که ما مؤمنیم یا آیه سوره توبه 24 رو بخون میفرما قل ان کان اباکم اگه بابا هاتون و ابناکم پسراتون اخوانکم داداشاتون ازواجکم همسرانتون همینه که الان دارم میگم هی تو ذهنتون تصور کنید میگه باباتون نه ننه بابا تو همسر تو داداش برادر خواهر تو داداش تو میگو. درست شد و کم. ترک و فارس بودنت عرب و عجم بودنت لور و بلوچ بودنت عشیرت خونت و اموال و نخترفت و و اموالی که به دست آوردی و تجارتان تخشونه که ساده ها و اون تجارتی که میترسی کساد بشه دلار بالا بره شمش طلا پایین بیاد یورو نمیدونم چطور بشه و مساکن ترزونه ها و اون خونه هایی که راضی توش میری توش میشینی میگه آخه هیچ جا خونه آدم نمیشه بالا سرش هم زدی مثلا من فضل ربی میفرماد اگه این هشتایی که براتون اسم بردم احب علیکم محبوب تر است نزد شما نمیفرماد محبوب نباید باشه نمیشه آدم باباشو دوست نداشته باشه که محبوب تر بودنش مهمه اون توی صفت تفضیلیشه اگر محبوب تر است نزد شما از چی من الله و رسوله و جواهد فی سبیل از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا فترب بسو حتی یعت الله به امره و الله و لا یحد القوم الفاسقین میفرم فاسقی تو عمر سعد و همین شب کرد امار... ام... گوش کن عمر ام سعد. ام سعد دوست داشت عمر سعد وقتی شمر به گودال رفت گریه کرد بخونه تاریخو حضرت زینب فرمود اتنظر داری نگاه میکنه و یختل عبا عبدالله اما عبدالله داره کشته میشه داره نگاه میکنی روز روش اون ورکش شروع کرد های های کردن اما چه کنه گندم ریو بیشتر دوست داشت شما تو اون بحثی که بین ابا عبدالله و امام حسین بین عمر صد و حضرت ابا عبدالله علیه السلام شکل میگیره که ایده به عنوان مناز... مذاکره ازش یاد گرفت یاد کردن حالا این در نوع خودش عجیب حالا حضرت رفته و تشر بزنه اونجا ارشادو بخونید میفهمه ویلون لگ وای بر تو داری چیکار میکنی گفت خونه زندگیم گفت از خون زندگیم تو مدینه میدم گفت بچه ها میبینی قشنگ تو آیه چیه خونه زن و بچه گفت من اونا رو تضمین میکنم برگشت شاید نمیدونم تاریخ نمی تو دلش گفت تو زن و بچه خودت اینجا گیر افتادن زن و بچه منو تضمین میکنی نتونست کله پشت بند دلت به چی بنده این تا این چی بگیم وزنه هایی که از ما آویزونه یکی از این سردارو برای ما تعریف میکرد میگو یه رفیقی داشتیم خیلی انگشتر باز بود انگشتره آنچنانی هم دستش میکرد میگفت اصلا همه مترسته دیم بودن یه وضوعی چیزی بخواد بگیر انگشتره رو بلند کنن حالا اگه به دوزدن اذیتش ازیتش کنه. میگو خیلی هم رو جونش بود انگشتر میگو وسط عملیات تیر و ترکش و تو بر اون کله ما داره رد میشه یک این بچه رسی گفت آجی گفتم با... گفت انگوش در عقیقه داد به من گفتم برو فلان فلان شده توی هیرو بیر اومده میگه فلانی انگوش در به من داد میگی نیم ساعت بعد اون یکی اومد گفت فلانی بگه اینقدر براشون عجیب بوده دیگه حالا شما نقشه نکشید بعدم بیاد بگه انگوش رو بده به من از این من این کار کنم شهید میشم نمیکنم که بمونم بعد خدمت شما عرض بکنم میگه اون یکی من گفت مثلا اون انگشتر چه میدونم فیروزه یا یاقوتر چیه اونم من گرفتم میگه عملیات تموم شد دیدم افتاده شهید شده گفت این دو تا انگشتر سنگینی میگه تا این نپره ما خیلی تقی خل خانوادهمون زدیم تنها سفری که ما آذوقه براش بر داریم آیه داریم تو قرآن که این مخلوقاتی که من آفریدم مثل شماها نیستم غریب به مضمون شما همیشه نگرانید که من روزی میدم یا نمیدم. برای همین قایم میکنید. برای همین با خودتون میبرید. اما بقیه مخلوقات من اینطور نیستن. اینجا اون سفر است که نگرانید میریم جلو دیگر. نه به جا خوابت فکر کردی نه به. از اون میریم یه جا پیدا میشه میخوابیم به لغمه پیدا میشه میخوریم. اصلا این سفر داره کمک میکنه به صورت ملکی که اون حالت ملکوتی رو من شما پیدا کنیم این تقیدات رو بذاریم کنار این قیدها ها و گره ها رو بذاریم کنار این باید در ظاهر اتفاق بیفته یک جای حجاب ها باید کنار بره شاید همین نمیدونم شاید همین برای یک سری افراد برای یه آدم شیکموی مثلا مثل من شاید این پذیرایی ها خودش چی باشه حجاب باشه شاید منی که اینجوری هم شب سفر بکنم پیاده روی کنم چیه بهتر باشه که حالا دم و دستگاه این پذیرایی ها جمع میشه همه خوابن ها شاید این طور باشه نمیدونم خب این آدم گناهکاره زائر معصوم که نیست واقفه اینم هست میان گناهکاره. اما محبم اما دوست داره. اینجاست که بین زائر و مزور زائر شروع میکنه خودشیرینی کردن دلبری میکنه دیگه شروع میکنه کار کارا کردن مثلا پیاده را میره میبینی من شبی شما دارم را میرم خانواده شما رو پیاده بردن منم پیاده میخوام برم کفششو در میاره ها اینجا شروع میکنه چی این خود شیرینی مثبتی ها؟, ها یه جا تشنهش میشه آقا من تا ده تا ستون آب نمیخورم بیاد لب تشنه ای تو اینا خیلی اثر داره اینو محبت به وجود میاره حب به وجود میاره این شبیه شدنه کمک میکنه با آدم مواسات بهش میگن دیگه مواسات خیلی قشنگ شاید اصلا نمیدونم مواسات به غربی ها بگه اصلا با جدی میگم یعنی تو اخلاق اونها که عوضاشون خرابه خب کوتاه بگم حسادت یعنی اینکه من ندارم تو داری ایشالله نداشته باشی کور بشی چشاتم در بیاد اون مالی هم که داری آسیب ببینه وقت وقت دست من برسه خطی هم روش میندازه قبط من که ندارم اما تو داری ای کاش ما هم میداشتیم اما حالا تو داری الحمدلله تو داری آدم بدی نیست قبط خوبه میگن حسودی نکنید چیه قبط تو بخواید دیدی یه کسی یه چیزی داره آتیش نگیرید بگید اللهم هم مرزقنا خدا به ما هم بده یعنی دوستایی ما داشتیم تو خیام باش را میرفتیم هر خانی مکنش رد می‌شد الله هم مرزقنا الله اللهم مرزقنا الله هم اللهم بودم چه این داستان چیه فلان گوه آره میگن اگه چیز نداری و نه حسودی نکن خدا به ما هم بده اینا فقط هم از این رزقا میخواست ما رزق دیگه ندیدیم توی رفاقتی بایشون چیز دیگه بخواد. خلاصه اینکه که آره مرحله بعدیش از این بالاتر از قبط بالاتر اصلا ورق برمیگرده این مالشی هست به خدا مالشی هست زندگی لذت میره این هم باز بشر میفهمه <تصحیح> به خاطر فطرتش میفهم این دفعه برعکس شده قدفه قبل دوتای حالت اول من نداشتم او داشت این دفعه من دارم او نداره میرم میدم میشه چی؟ ایثار از خود گذشتی چقدر مقبوله تو دنیا مثلا به خاطر خدا نمیرن به جنگ نمو یه سربازشون که ایثار کرده مجسمه میسازن تا سالها هی ذکر میکنن اصلا وجود نداشته رو میسازن اصلا وجود نداشته همین پتروس وجود خارجی نداره خود هلندیان پتروس رو قبول ندارن این آموزش پرورش ما سینا رو کتاب میاره خب اصلا عاقلانه هم نیست یه صد یا اون کسی که حرف زده یا صد ندیده بوده یا انگشت حالا ندیده بوده خب اینو جور نیست بشه یه صد دوباره انگشت نگه داش به هر حال خب اما چرا این داستان یه جورایی حالا سوا اینکه استدلال‌های عقلی داره یا نه جور در میاد چون صحبت ایثاره آدم اینو دوست داره من, ند... من دارم تو نداری میدم به تو که نمونهاش فراوانه جان خودشون رو دادن از این بالاتر یک چیزی هستش که شما مواسات مساوات نه ها مواسات مساوات یعنی براب... برابری میگه من دارم تو نداری اما نمیتونم بهت بدمش چرا؟ فاصله داریم من ای وجود داره فاصله مکانی داریم فاصله زمان چون تو نداری منم استفاده نمیکنم عجب اینو کجا مینید؟ حالا رسیدید کربلا اونجا خواستید زیارت نامه حضرت عباس بخونید این تیکر حالا خوب متوجه میشی الاخ المواسی ای برادری که مواسات کردی در حق برادرت رفت تو آب حالا او آب داره آقاش آب نداره گم منم نمیخورم زائر نسبت به مزور اگر بتونه مواسات بکنه داری که دارین میکنید اصلا پیاده رفتر شما مواسات و اگر با ماشین گازشو میگرفتید میرفتید داری مواسات میکنی میگی من با ماشین میتونم برم اما شما که ماشین نبود منم استفاده نمی کنم. من تو قرن 21 میخوام پای پیاده برم عین 1400 ساله پیش اصلا بعضیا کفشاشونو در آوردن میگه کفش هست تکنولوژیش هست اینا بهترین این کفشم هم میتونم بخرم اما در میرم شما پا بودید شما نداشتید منم استفاده نمی کنم اینطور زائر گفتم از این اسمش خواهد خودشیرینی خیلی قشنگه مواسات کنید باز اهل بیت میگه آقا من کربلا انگشتر نمیخرم اینا ادبه اینا لم زیارته ها هر شغلی هر کاری یه لمی داره من یه بار یه قصه میخواستم چاقو بگیرم چاقو میخواستم بهش بدم دادم چی دو, دو بار زد زمین گرفت گفتم این چی این کار چیه گفت این لم کار ماستی گفتم باش ببینم هر دفعه من چاقو چیز میخواست بده من دوباره میزدم زمین میگفتم من که اعتقادی نداشتم گفتم لم کارشو خراب نکنم حالا شرک که نیستش دینم که آسیب نمیزنه خب اما این ایراد حال کنه خب لم زیارته زائر میخواد کفن برای خودش بخره از کربلا نمیخره بیمرامیه بیمعرفتیه اونجا شهر نیست من برم کفن بخرم اونجا شهر انگشتر خریدنم هم نیستش و برادر جان سلیمان زمانی حسین جان چرا انگشت انگوشتا انگشتر ندار فرصت نکرده بودن در بیرن انگشتر لا اله آره یا مثلا میره طرف سوریه زیارت حضرت رقیه سلام الله علیه ها عروسک میبره اینا کارهای قشنگیه مثلا اصلا مخالف های زیباست این کارها اینا یه ارتباط قلبی بین زائر و مزور آقا من گناهکارم اما دوستت که دارم که یه عبارتی در قرآن داریم زیباست میفهمم من جا اول حسنه میگه هر کس با حسنه چیه بیاد نمیفرماد بفرسته یه موقع از شما خوبی رو چیه کالا رو میفرستی از ایران داریم کالا صادر میکنیم مثلا ترکیه اکسپورت میکنیم صادر میکنیم میفرستیم کجا مالا با گمرو بیاد بگیره یه موقع هستش کجا میریم تو استانبول تحویلش میدیم گرونتر باش حساب میکنیم میگه درست یا نه ما گرونتر حساب میکنیم ما چین بخوام کالا وارد بکنیم تو چین یه قیمتی داره تا هند برسه یه قیمتی داره تو بندر عباس یه قیمتی تهران یه قیمتی در خونه یه قیمتی دیگه خدا من متعال نمیفهمد که بفرسته حسن رو میفرماد من جا ابل حسنه. یعنی با خوبیش با خوبیش با خوش میاره این خیلی سوال سوال شد بابا این چه کار نیکی که ما میکنیم و مطمئنی میتونیم ببریمش خیلی جالب بود بعد بنده حد زدم رفتم روایت های زیل آیه نگاه کردم بله کاملا درست ما نماز بخونیم فاتحه رو میخونیم کمک میکنیم به فقیری منت میذاریم فاتحه رو میخونیم اما یه چیزی داریم که میتونیم خرابش کنیم الحمدلله میبرینش آقا دوستت که دارم اینکه تو دلمو دارم, میبینم اشک. دوست دارم. که دوستت دارم میخوامت که عشق آسان نمود اول کان ظلوما جهولا آدمم عاشق شد و میخوامت که دوستت قبول کج و کلم میکنم شبیه شما بشم تو این مسیرم دارم هی شبیه تر میشم برای همین آدم ها این مسیر خیلی خوبن آدمای این مسیر دعوا خیلی خیلی به ندرت میرن آدمای این مسیر چشچرونی نمی کنن آدم ها این مسیر به هم احترام میذارن آدمای این مسیر به هم اعتماد میکنن مدی شب داشتیم پیاده میومدیم تو مسیر یک جا نشستیم قول استراحت بکنیم نشستن که چند دراز کشید بودیم دیگه. یه بنده خدا بلند شد که وسیلتش به ما سپورت رفت سرویس بدهش و ما راستا نمیشون منم نشون رو چه حسابی سپورت رفت یه ما دیگه خودیه با همین آدم آدمی مسیر چرا؟ چون میخواد شبیه اون آقا بشن محب که هستیم این بزرگترین سرمایه هم. این محب بودن رو باید به شیعه بودن تبدیل کنیم یعنی هی شبیه مولامش یه روز خلیفه دوم دنبال سلمان میگشت دنبال حضرت سلمان علیه السلام میگشت بعد حضرت ابوذر علیه السلام رو دید گفتش که ابوذر سلمان ندید گفت چرا با امیرالمومنین مثلا با علی این طرفی رفتن تو نخلستون این خلیفه دوم نگاه کردید روی زمین یه جا کفشه یه جا پایه گفت هم که صدیقی که این دروغگو نیستش که معروف بود ابوذر صدیق به راستگویی رفتید جلوتر آره با سرعت رفت رسون خودش دید امیرالمومنین جلو داره میره حضرت سلمان پاشو میذاره جا پای دقیق امیرالمومنین رو یعنی رو همون کفشا مشایعت در عربی یعنی همین یعنی افر زمین شخم زده شخم زده رو بره جلوی پشت برای اینکه کمتر زمینو خراب بکنه چیکار میکنه جا پایو میذاره پس شیعه یعنی این یا امام زمان چه ادعایی داریم ما بعد دید این کارا چی داری میکنی سلمان گفت ببین من نمیدونم رو این همه زمین و تو این همه زمین چرا علی این یه تیکر رو انتخاب میکنه اما لابد یه دلیلی داره مهم نیست میدونم دلیلش چیه مهم اینه که میخوام عین همون کار رو انجام بدم جای پاشو میذاشت جا پای امیرالمومنین این شد من ناهل البت خیلی عجیبه ما محبیم آروم آروم به سمت شیعه شدن باید پیش بریم با در مورد برخی از یاران اهل بیت حرفایی نقش شده سم آدم واقعا قبطه میخورد میگه حضرت فلان معصوم فلان صحابهش کجای دلمون برات تنگ شده دلمون برات تنگ شده یا در مورد فکر میکنم مقدس سردبیلی باشه کتومی که از این بزرگواران که امام زمان از ایشون ازشون پرسید که اگه یه روز ما رو نبینی چی میشی؟ یکم فکر گفت آقا میره گفت برای همین هر روز به سر میزنی چه بعضی اینجوری هم خب اینطور شیه میشه ما باید یاد بگیریم تو مسیر داریم مشایعت میکنیم خب آقا به نظرم شما تو این مسیر میرفتید لابد ذکر میگفتید دیگه آره شما اهل بید اهل ذکرید بذار ذکر بگم تو این مسیر پیاده میرفتید بذار ادای شما رو در شروع میکنه ادا در آوردن این تقلید کردن زائر رو به مزور شبیه میکنه بعد این خلقیات در او درونی میشه فلزا یک مناسکی درست شده تحت امان این. که هر سال میای ریست میشی میای آپدیت میشی میای دوباره خودتو اندازه ها رو درست میکنی تو اون مسیر میری خب این چه کسی شد ما چگونه میری ببینیم تو آداب زیارت نوشته میشته میفهمه قدمه ها کوتاه بردارید میخواد زیارت چرا قدم و کوتاه می شلنگ تخته رو نرید یعنی با ادب راه برید میدونی ما هزار کی داری میری بخش سوم چه کسی یالا به وقتش میگه اینجوری دید. می لاتی داری میری؟ میدی سر پایین غسل کردی غسل زیارت وضو داری آه میدونی چه مسیریه داری سمت کی میری اینا عین نورن ظلمت داشته باشی بری جلی سایه تولید میکنی یا پشت سر حواست هست بعد میفرام با خضوع و خشوع این مسیر مسیر داد زدن و داده بیداد کردن و هل دادن اینا نیست خضوع و خشوع با ادب سرتون دست پایین از من بپرسی بگید بزرگترین داشته که حضرت عباس و عباس کرد من بی سواد تا اینجا که فهمیدم میگم ادبش. خیلی معدب بود یک بار حضرت عبا عبدالله رو جز مولایم سربرم امامم صدا نزد قدر معدب بود شما از مکه که راه میفتن از مدینه راه میفتن میرن سمت مکه از مکه تا میرسن به کربلا یک کلمه از حضرت عباس نشنید همه جلوی امام حسین منمن دیدید عبدالله بن جعفر این وری نرو اون, رو اون طرفی برو عبدالله بن زبر نه آقا به نظر من یمن بهتره کجا داری میری وایستا عبدالله بن عباس آقا کجا میری بشین جمعی درست تفسیر میذاریم بهتره که آه؟ معارف قرآن رو بخوردین و برای چی میخواد دومال درد سر میگه جالب همه اینا عبدالله هم هستن نه؟ جل... جلا عبا عبدالله وایستان اما چرا حضرت عباس مطیع مهزه المطیع لله و لرسوله و... تو زیارت نماش صدا ازش نمیشه میگی یعنی چی وقتی حضرت میفرماد آماده حرکت بشین معنی دیگه ای نداره اون روزی هم ریختن در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها زبیر شمشیر کشید سری در دفاع از سلمان برگشت نگاه کردید امیر المومنین ریچ کار نمی کنه. فهمید دستور و امر بر چیه؟ صبر یعنی تفاوت ها اینجاست دیگه یه وقت این عده از دست میدیم یک دربی برگزار شد یک شهرآورد موسا و هارون یک طرف کل جادوگرها رو هم جمع کردن یک طرف یک اتفاق میفته و این جادوگرها و این ساهرها این سحره فرعون هدایت میشن میدونید میفرماد چرا؟ ما فقط به خاطر این اول شما بفرما خدا می فرما اینا رو هدایت کردیم همه دیدن اون معجزه رو چرا این آدم شدن دقت نکردی چی قفل دلشون رو برداشت میفرماد چون دیدیم ادب کرد دیدیم به پیغمبر ما گفت اول شما بفرمایید اول شما بندازید برای همین هر رو برای چی خریدن امام حسین رو مستعصل کرده بود نمیذاش بره نمیذاش برگرده خیلی هم قانون من بود حضرت فهم برم ایران گفت نه. یمن گفت نه برگردم نه هزار فرمود این طرفی برم یه جایی رو اسپورت خاطرم نیست تاریخ پر گفت ببین اینو ابن زیاد بهم نگفته نه اینو یه پیغام پیکش میفرستم از ابن زیاد بپرسه تا موقعی که بیاد کنارت اسکورتت میکنم که اگه گفت ابن زیاد دستور فرستاد نگه دارم نگه دارم که اون پیک رفت برگشت گفت نه اون هم نباید بره همونجا نگهش داشت نگه دار که سباه داره میرسه گفت باشه سمعن و تا هوری کسیه اینجا حضرت ابو عبدالله وقتی نامه ها رو ریخت زمین گفت بیا نگاه کن گفت من که نامه ننوشتم اینا نوشتن راست هم میگفت اینا توی دعوت کن حضرت فرمود مادرت به عزاد بشین برگشت زبانم لال یا همچین چیزی رو بگه یه لحظه ادب گفت ای من مادرش دختر پیغمبر آه. سر همین هور رو خریدن ادب مگه میشه زائر این خاندان بی ادب باشه هر حرفی سر زبونش بیاد اونم تو این مسیر هر رفتاری ازش سر بزنه هر کرداری ازش سر بزنه بی ها بی انصافی به زیارت چه کسی میریم و نقطه انتهای عرض بند است یکی شخص اینجا مهمه بله امام سوم شیعیان حسین ابن علی ابن عبی طالب علیه السلام. یک جمع اینجا شعن مطره تا طرف این رو متوجه نشه من الان شبهای آینده روی بحث مع امام منصور میخوام صحبت کنم این موکب شعارش مع امام منصوره فرازی از زیارت آشراستی در معیت با امام منصور سرودن خیلی زیباست خیلی نکته توش مرد. هستش که محل بحثم نیست الان خدمت شما عرض بکنم اما من تا شنیدم انقدر خوشم اومد ما شعار مؤسسه خود اونا همین کردیم سه سال همینه شعار ما مثلا شعار این مسیر مع امام منصور ما شعن حضرت رو هم باید بفهمیم به سمت چه کسی داریم. متاسفانه بعضا شما میدیدید که برخی از صحابه اهل بیت بودن خوب دقت کنید نمیشناختن شان از ابو بکر رو زدم من اینا اعتقاد دارم شیعه در گذر تاریخ خیلی تربیت شده شماهایی که اینجا نشستید ها از برخی از نزدیکترین حتی یاران حضرات در طول زمان فهم امام شناسیتون بالاتره به خدا قسم چرا دلیل براتون میارم امام رضا علیه السلام به شهادت رسید در توس صحابه حضرت در مدینه مجلس ختم گرفتن براش صحابه نزدیک مثل یونس ابن عبدالرحمن اشتباه که این یه سقه یعنی تمام در تمام کتب رجالی ما هر حدیثی از این آدم نقلوشه چیه صحیح این آدم کسی نبود از خودش حرف حرف اهل بیت همشون گریم که یونس بلند شد گفت بس دیگه اینقدر گریه میکنید بومی چند تا امامو درک کرده امامو از نزدیک دیده ازشون مت حدیث نقل کرده یعنی راوی بیواسطه از امام معصومه خب بس با گریه که دیگه چیزی نمیشه ما تو اینجاشم کن پاشید یه کاری بکنیم خب اینم شما باز خوبه بارک الله خیلی یه برگش که پاشید یه فکری بکنیم تا موقعی بچه بزرگ بشه چه خاکی تو سرش کنیم منظورش بچه کی بود امام جواد همچین گرفتش تو بعضی جواب میکنم اشتباه نکنم یه دونم زیر گوشش گرفت خرمالش کرد گفت چی چی تو تو فهمت از امامت اینه تو فکری به سنه فکر شیخ عشیرتونه هرش دلیل آورد گفت حضرت عیسی رو ندیدی یه روز پیغمبر شد حضرت یحییار رو ندیدی یه روز پیغمبر شد حکم انصبی یا شیرخاره بود پیغمبر شد آتان یا کتاب خدا بهم کتاب داده یه لحظه به خودش اومد و ازا آدم ممکنه در کنار ما معصوم هم باشه اما شعن امامو نفهمه قدر امامو نفهمه نفهمه امامت چه مقامی است بی اذن امام اصلا واسطه فیض الهیه تنزل الملائکه و روح بر امام حاضر میشن اذن گرفته میشه که آقا مقدرات چی نوشته بشه در کل سال روزی شمر هم به واسطه امام حسین تثبیت می شود. ما داریم کجا میریم میشناسیم اهل بیت کیان شعن این بزرگواران رو میدونیم یا بازی گرفتیم یا یه شبیه یک کارناوالی شده همینطور ش... کیف میده باشیم بریم مثل بعضی که هیئت حواشی براشون چی میشه؟ بر متن پیشی میگیره. هیئت میاد به خاطر گعده بعدش. هیئت میاد به خاطر قلیون بعدش. خیلی بده دیگه. با حواسمون هست. ببین این مسیر شیرینی داره، جذابیت داره. این شیرینیش اصلا آدم شرطی میکنه. شما دیدی میگی چای امام حسین این چیزی که از قیمه امام حسین این چیزی است. آره چون این چیزی که است. چون شیرینی داشته امام حسین لذت داشته هر چیزی که کنار امام حسین تکرار بشه اونم لذت بخش میشه دشمنم هم همینو فهمیده از همین مسیر داره سر آسیب ها وارد میکنن مبادا من گم کنم خودم این وسط یه قاطی بکنم دیگه ما مدعی میخوام با شما یکی بشیم معکم فی دنیا ول آقا هم تو دنیا هم تو آخرت عبارت شو... اللهم اجعل محیا محیا, محیا. محمد و مال مات و و محمد و مال محمد یه سلوات اینت بفهمید الان حواس اون پرت میشه معکم با کیام میفهمین و کیام بره یه بار دیگه این شرابه های من سخنرانی که من شرابه های بهشتی همینا ها درجه بندی داره یکیش مزهش کافور یکیش مزهش زنجبیلی میده یکیش تبش سرد یکیش تبش گرمه همینا رو برده اونجا میفرماد بابا ان الابرار یشربون من که اصلا کان مزاج ها کافورا این میگه که اینا از یه جامی میخورن مزه تمزه کافور میده میدونی مزهش از کجا اومده یه قطره انداختن عین یشربوا عباد الله میگه چشمه ای که عباد الله از اون همینطور میره بالا میره بالا یعنی همین جام های الهی معنا پیدا کردن به خاطر که یه قطر از اون بالای میرسه به با اونو عالی ترین رو میگه میفهمه سقاهم ربهم اینا کسانی که خود خدا بهشون جام میده پنج تن اهل بیت یا همچین بزرگوارانی ما داریم میخوایم بریم سمتشون حواسمون است نکته آخرم ما در قرآن وقتی قر میکنیم میبینیم یاد دادن زیاد نداره داره حاکمه خیلی کمتر از یه مقوله دیگه است اون چیه؟ یاد انداختن خدا من نمیفرماد یادشون بده میفرماد چی؟ یادشون بنداز ما همه اون میدونیم چرا؟ چون اصلا یکی از وجه تصمیه لفظ انسان رو از نسیان میارن یعنی انسان موجود چیه؟ فراموشکار یادمون میره واقعا یادمون میره انسان نیاز جدی هی به تذکر داره و نه فراموش میکنه همین الان یه حس خوبی داره یه ساعت بعد اون حس سر نداره یادش میره برای همین نیاز به تذکر داره قلب نیاز به تذکر داره امام امام میفهمه که یاد بگید این ذکرها رو که آقا مثلا قبل نماز صبح بیدار بشید به قلبتون آموزش بدید بشین بگید بقلبت. بقلبت. آموزش بدید بگو به قلبت آموزش بده بگو نگاه کن سبحان الله بگو به قلبت بگو سبحان الله پاک و منزه از هر دریوری که ما تو تصورمون به خدا نسبت میدیم منزه فهمید چی شد سبحان الله امام گفت تمرینش بدیم مثل بچه است حرف زدن بعد یاد بگو بابا بابا با با آروم آروم تمرینش بدیم قلب تو این مسیر نیاز به تذکر داره ای یادت نره ها داری زیارت کی میری هواست جمع باشه اینا کیانا دار و ندارت همینا کل سعادت همین بزرگوارانانا چیکار بکنی ای قلب توجه بکن چیکار کنی که بیشتر تو چشم چیکار کنی که وقتی میرسی اونجا پسر علامه امینی در خواب پدرش رو دید, دید؟ حضرت امیر بر سر کوسر ایستاده به همه داره با جام از حوز کوسر میده به علامه امینی که رسید جام رو کنار گذاشت جفت دستش رو زد توی آ گفت بیا جلو دست خودش برمید بله با معمی میگه برام سوال شد نویشون ایشون یعنی پسر همین پسر شما بود دفتر ما برام تعریف میکرد گفتش که ازش سوال شد که آقا چیش، به بابام گفتم چطور به این مقام رسیدی اصلا حواسم جمع بود تو خواب به خاطر القدیرت بوده گفت نه القدیر خیلی خوبه اما به خاطر این نام چی گفت مداومتم بر زیارت ابوالفضل نیاز به تذکر داریم ما هر روز ما به ظاهر ابا عبدالله باشیم نشنیدی چی میگه زیارت آشورا به زیارت موسف هم زیارت وارس مثلا مهم این یاد ابا عبدالله بودنه دیگه میگه که تو خونت و نشستی رو به حرم بیست زن و تو جمع کن یه روزه بخون سه نفری چهار نفری با هم نیستن برای خودت یه روزه بخون برای خودت روزه بسیدات قشنگیست برای خودت که ایبی نداری که تذکر یه بیت چی رو با خودت بگو من یادم یک بار باور کنین تا یه ماه درگیر یه بیت شعر بودم یه مدداهی توی جلسه روز شهادت امام کاظم و سال روز شهادت امام کاظم یک مدداه خدا حفظ کن حاج از خر زنجانی بلند شد یه, یه بیت خون من تا یک ماه درگیر این بودم فرمود دختری داشت امام کاظم رو ولی روسریش دست نخورد اصلا این من دیوونه که یه ماه رزق ما همین یه بیت چیه هی یادم می افتاد. یه بهانه برای تذکر بهترین وقت این ایام زیارت آشرا با صد لن صد سلام بخونیم سکر دیگه جلو حرف بیهوده رو میگیره جلو شوخی به خیلی ها زیارت تنها میرن میدونی چرا چون با رفیق بری به رفیق بازی و اینجور چیزا میرسه وقت تلف میشه رفیقت یکی دیگه است تو منتظره بعد خودمونو برسون انشاء. سرتون درد آوردم استفاده میکنم از مدایه برادر موجای بنی فاطمه این سفره پهنه دیگه ذکر عبا عبدالله بشه و خیلی آرزو دارن یه بار دیگه برشون گردونن به این روزه ها میگن حضرت حبیب رو در خواب دیدن گفتن چی گفت یکی از که دوست دارم برگردم بیام بر امام حسین دوباره عشق بریزم اینقدر میارزه یعنی که یه دقیقه اونجا بهشت به برزخی رو ول کنه متوجه نیستیم دیگه توی بهشتیمه ان الله استفاده بکنیم صلواتینت بفرمایید